و در مورد مسائل داخلی ایران، با اینکه برخی از مقامات ایران بر تسریع روند رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات تاکید می‌کنند، اما هنوز بسیاری از آنها در انتظار محاکمه هستند. اغلب بازداشت شدگان در حالی پنجمین ماه بازداشت خود را سپری می‌کنند که می‌گویند هیچ جرمی مرتکب نشدند. از جمله این بازداشت شدگان مهدی حسین‌زاده سردبیر روزنامه توسعه بود. آرش سیگارچی در مورد آخرین وضعیت او گفتگوی تلفنی انجام داده است با محمود برادر ایشان. لطفا توجه کنید. دیروز من تونستم یک ملاقات حضوری به همراه همسرشون با ایشون داشته باشم. متاسفانه ایشون حالت جسمی خوبی ندارن و مشکل روده دارن. ایشون چند ماه قبل از اینکه بازداشت بشن عمل جراحی روده داشتن. متاسفانه تو زندان به ایشون رسیدگی نمیشه و شاید الان مهمترین دغدغه ما وضعیت جسمانی ایشون باشه. لطفا بفهمید که تحت چه عنوان ایشون رو بازداشت کردن؟ تقریبا نزدیک 5 ماهه که ایشون بازداشت شدن و جزء فعالان سیاسی بودن. خب ایشون 12 سال تقریبا فعالیت روزنامه‌نگاری و سیاسی دارن. خب طبق حالا اتفاقی که افتاد در کشور ما، خیلی ها بازداشت شدن، ایشون هم جزء اونها بود. یه سری اتهامات رو به ایشون به نوعی نسبت دادن که تا اونجا که من اطلاع دارم هیچکدوم از اتهامات درست نبوده و ایشون نپذیرفتن و هنوز هم برای ما کاملا مشخص نیست که به چه وضعیت پرونده ایشون درخواهد آمد. آیا ایشون از حق داشتن وکیل برخوردار بودن؟ بله، طبق اخباری که من دارم ایشون تونستن که وکیل برای خودشون در اختیار بگیرن و شرایطی مناسبی تو این وضعیت دارن. آیا مسئولان قضایی به شما پاسخ دادن در مورد ایشون؟ پرونده ایشون متاسفانه مثل پرونده های دیگه چون راهروهای بروکراسی سیستم قضایی ما داره همینجور پیش میره و به کندی داره پیش میره. متاسفانه این روند کندی که داره باعث آزار اذیت ما شده و ما فقط مطلع هستیم که ایشون تفهیم اتهام شده و پرونده ایشون در جریان رسیدگی است. من پدر مادر سالخورده ای دارم. من پدر هم ناراحتی عصبی دارم، مادرم مشکل قلبی دارن. واقعا تقاضا میکنم که در تسریع پرونده ایشون هر چه سریعتر پیش برن و ما بتونیم این شرایط بسیار بدی که امیدوارم برای کسی این اتفاق نیفته، از این شرایط بد خارج بشیم و ایشون با آغوش گرم خانواده بیان. ایشون پسر 12 ساله دارن. این درست نیست واقعا که پسر ایشون 5 ماه پدرشو ندیده